سلام به همه برادر خواهرای عزیز، مهمونای عزیز در خونه و همینطور هم مهمونایی که اینجا هستن. شاید مهمونایی هم هست که امروز هم در جلوی تلویزیون هستن. خوش اومد میگم. ما این روزهایی هستن که روزهایی که تمرکزمون میکنیم به عیسی مسیح که 24 به هر حال تاریخش 24 فقط تاریخش فرق میکنه. به هر حال ما جشن میگیریم تولد او رو. و هفته گذشته یک کلام عالی شنیدیم از برادرمون آرش که اونجا آیه خوندی که امروز هم میخوام با این آیه شروع کنم. فقط یک قسمتی دیگه هم ادامه خواهم داد. این در اشعیا نبی باب 9 از آیه 1 تا آیه 4 اینجا میخونیم و خواهش میکنم از نسرین این آیه رو بکنه. قومی که در تاریکی سالک میبودند نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد. تو قوم را بسیار ساخته، شادی ایشان را زیاد گردانیدی. به حضور تو شادی خواهند کرد، مثل شادمانی وقت درو و مانند کسانی که در تقسیم نمودن غنیمت وجد می نمایند. زیرا که یوغ بار او را و عصای گردنش یعنی عصای جفا کننده وی را شکستی، چنان که در روز مدیان کردی. آمین. اینجا می‌بینیم که در مورد ظلمت صحبت می‌کنه، در مورد نور صحبت می‌کنه. کسانی که می‌خوام بیشتر در مورد نور عیسی مسیح که نور این جهان میتونن برن هفته گذشته این موعظه رو گوش کنن. فقط جالبش اینه که اینجا در مورد نور صحبت میکنه. این نور باعث میشه که شادمانی به وجود میاد. اونجا میگه که به حضور تو شادی خواهند کرد، مثل شادمانی وقت درو و مانند کسی که در تقسیم نمودن غنیمت وجد مینماید. و اونجا در مورد یوغی صحبت میکنه و اینا فکر میکنم همه ما تجربه کردیم، چه یوغهای گناه، یوغهای شیطان روی دوش ما بود، چقدر اینا ما رو عذاب میداد و زندگی ما رو تلخ کرده بود. حتی تو افسردگی، تو ناراحتی، هر چقدر ما مشکلایی هم شاید نداشته باشیم، به هر حال یوغهای نیروهایی هستن که روی ما تسلط دارن. و اینجا میگه که همینطوری چه این کسی که آنجا آمده، این نوری که وارد شده، چطور این یوغ رو شکسته و همینطور هم این عصای گردن یعنی عصای جفا کننده وی شکستی. و الان قسمت دوم این کلام میخوام ببینیم که کی بود، چی بود، چه اتفاقی افتاد که الان این اتفاقات در زندگی ما افتاده. اینا در آیه 6 اینجا میخونیم: زیرا که برای ما ولدی زایده و پسری به ما بخشیده شد. مثل اینکه یک کسی هست که به ما یک کسی یه چیز رو یه هدیه برای ما میفرسه و میگه که یه هدیه‌ای که به هر حال در مورد یک ولدی صحبت میکنه، یک پسری صحبت میکنه، به ما بخشیده شده و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر، پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. الان پس می‌بینیم که کلید این چیزی که نور وارد میشه و همینطور هم زندگی ما رو روشن میکنه و همینطور ما رو از هر اسارتی آزاد میکنه، یک ولدی هست که زایده شده، یک پسری که هست که به ما بخشیده شده. این کلام برای ما هم هست که ما ایمان آوردیم به عیسی مسیح. فقط همینطور هم امیدوار هستم افرادی هم باشن که هنوز با عیسی مسیح شاید ایمان ندارین، شاید در حال جستجو هستین و شاید تصورایی دارین از عیسی مسیح و چیزایی که توی فکرمون به هر حال ضبط شده که خدا پسری نداره و خیلی چیزهای دروغهایی هستن. ما امروز هم مثلا این سرودهایی که خودیم: تو راه هستی، تو حیات، تو راستی هستی، تو راه حیات و راه راستی و حیات هستی، یعنی تنها راهی هست که ما میتونیم به پدر برسیم. و اینجا در مورد به هر حال این اسمای صحبت میکنه و اسم معنی زیادی داره، همون که یشوع یعنی عیسی یعنی نجات دهنده. و اینجا میگه که اسم او عجیب است. امروز میخوایم یکم تمرکز کنیم به این اسم عجیب. توی ترجمه آلمانی اونجا عجیب اینطوری
چی شده ترجمه شده، یعنی ترجمه ای که از یونانی شده یا ابری شده این هست که عجیب، یعنی wunderbar یا wonderful، به انگلیسی هم میگم wonderful، یعنی پر از معجزه. اسم او الان عجیب معمولا ترجمه اینطوری که من متوجه شدم میشه شگفت انگیز. فقط شگفت انگیز نمیدونم چه معنی برای شما داره، یا عجیب یه چیزی هست که نمیدونم چطور میتونین توضیح بدین. فقط زمانی که در آلمانی رفتم میگم که اینجا نوشته وندبا، یعنی خدایی هست اسمش معجزه هست، یعنی اسمش، کسی که اسمش معجزه هست پس هر کاری هر قدمی برداری برمیداره، هر سخنی میگه پر از معجزه هست، یعنی یه چیزی هست که بیشتر از شگفت انگیزه یا عالی یا فوق العاده. به هر حال ما در این دنیایی که زندگی میکنیم خیلی چیزایی هست که مثلا میگه یه فیلم عالی نگاه میکنه میگه ای فیلمش فوق العاده بود، فقط معجزه نیست، فوق العاده است، خوبه. یا یک به هر حال یک ماشینی میبینیم یا یک کامپیوتر جدید آمده بیرون و ما اسم میبریم عالی، چقدر پر ناشکوه نمیگیم بلکه عالی یا شگفت انگیزه. فقط این چیزهایی که استفاده میکنیم برای این دنیا این چیزهایی هستن که میگن گذشتنی است، یعنی یه چیزی هست که بعد از یک مدت دوباره کهنه میشه. بهترین ماشینی که الان ور میدارین، بهترین لباس رو که ور میدارین، نمیدونم بعضی وقت فیلم های خودتون نگاه میکنین بعد از 20 سال 30 سال گذشته بعد از این میگه که این چه لباسی پوشیده بودم، اصلا خجالت میکشی الان، فقط اون موقع شیک بود، شگفت انگیز بود، نه؟ و همینطور چطور خودمون را به هر حال شیک میپوشیدیم، اون موقع واقعا لذت میبردیم، فقط اون موقع شگفت انگیز بود، الان کهنه شده. و الان اسم عیسی مسیح که زمانی که وارد میشه به اسم عجیب یا اسمی هست که پر از معجزه هست، پس ببینید یه چیزی هست که ماندنی هست، یه چیزی هست از بین نمیره، یه چیزی هست که دائما تازه هست. آمین، موافق هستید؟ و به این خاطر امروز میخوایم به این اسم عیسی مسیح عجیب یا فارسیش میتونم بگم معجزه آثار، درسته میشه گفت، یا به این تمرکز کنیم. عجیب یا معجزه یعنی چیزی است که کاملا جدید است، قدیمی نمیشود، نمیگذرد و همیشه جدید و زنده میماند. این عیسی مسیح هست که ما پیروی میکنیم و آشنا میشیم. امروز هم همون مثلا سرودهای انتخاب کردم که فقط اسم مسیحه، یا نام چه شگفت انگیز، نام چه پر قدرت هست، و همینطور به هر حال نام مسیح پر جلال است. این چیزهایی استفاده کردم که چون امروز میخوایم واقعا به اون اسم مسیح آشنا بشیم و ببینیم چه قدرتی هست برای ما هم، همینطور که ما مسیح هم هستیم و عیسی مسیح رو شناختیم. بعضی وقت هم هست که ما احتیاج داریم دوباره یاداوری بشیم به چه اسمی ما وصل شدیم، و زمانی که این نام مسیح رو اعلام میکنیم، عیسی یا مسیح چیز اعلام میکنیم که بدونیم که این اسم عجیب رو صدا میکنی. این اسمی هست در همه راه، در همه کلامی که صحبت میکنه، رفتاری میکنه، هدایت میکنه، معجزه هست. یه چیزی نیست که یک انسان بتونه انجام بده، یه چیزی هست که خود خدا پشتشه. و این فکر میکنم برای ما هم مسیحا هم همینطور بعضی وقت احتیاج هست که چون بعضی وقت واقعا راه رفتن عیسی پیروی کردن بعضی وقت سخته، بعضی وقت هم واقعا توی جلوی بنبست هایی قرار میگیریم، مشکل هایی قرار میگیریم، و اینجاست که ما نمیدونیم یا خدا چه کاری با ما داره. و به حال اینجاست که زمانی که میگیم ای عیسی جان اسم تو عجیب است، اسم تو معجزه هست، پس زمانی که اینو اعلام میکنیم پس میدونیم که یک راه حلی هست در این مشکل. آمین. شما هستین هنوز؟ خدا رو شکر. الان زمانی که تولد خودش رو نگاه میکنیم 740 سال قبل از آمدن، و اینا میخوام بگم که این یه اسمی نیست که فقط همینطور ما اسم یا مثلا خدا اسم داده فقط به اسمی باشه، چون هر چیزی که مربوط به عیسی مسیح معجزه آثاره. یا همینطور که با شروع میکنیم با تولد او میگیم که
تولدش بی سابقه بود، یعنی نرمال نبود. از یک مردی عیسی مسیح متولد نشد، بلکه از روح خدا متولد شد، که اینجا میگیم بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد، اینک باکره حامل شود شده، پسر خواهد زایید و نام او ایمانوئل خواهند خواند. این آخرین سرودی که ما خوندیم. یا اصلا زمانی که پس تولدش رو نگاه میکنه میبینید که باکره که حامل شده، آیا واقعا در این دنیا این اتفاقی افتاده یا نه؟ یک اتفاق مثل این افتاده یا نه؟ یک کسی هست، یه زنی هست، میتونی با من آشنا کنی که باکره باشه و حامل شده باشه. اوکی، بلان در قرن 21 از طریق چیز چی میگن؟ از طریق تغذیه چیز میتونن بچه رو به دنیا بیارن. به هر حال از یه جایی، از یک شخصی باید برداشته بشه. فقط اونجا هیچ کسی، هیچ شخصی، هیچ مردی به مریم دست نزده بود. آیا شگفت انگیزی، آیا واقعا معجزه آثاره یا نه؟ و اینجاست که خدا به هر حال به وسیله عیسی مسیح میخواست وارد بشه، و اینجا بود اولین باری بود که خدا با انسان یک شدن. یعنی عیسی مسیح، اون همون ولدی که زایده شده، آمد انسان شد. روح خدا بود با ما، تمام شخصیت هایی که ما داریم، تمام بدنی که هست، وجدانی و هر چیزی که هست، با عیسی مسیح، با اونجا، با خدا یک شدیم. این اصلا کلن یک چیزی هست که عجیبی هست. خدا آمد ایمانوئل، با ایمانوئل شد، خدا با ما شد. و در این سرود هم خونیم و همینطور هم در ما. و اینجا تمام چیزایی که مذهبایی که هستن، یه فلسفه هایی هستن و هر چیزایی که به وجود داره، واقعا یه چیزی تکی در این دنیا اتفاق افتاد به وسیله همون باکره‌ای که حامل شد. و همینطور هم زندگی عیسی مسیح هم که نگاه میکنیم، کلامایی که صحبت میکرد، تسلی هایی که میداد، افرادی که بلند میکرد، معجزه هایی که انجام میداد، تقریبا نوشته بودم الان 35 تا فقط توی کتاب مقدس، 35 تا در مورد 35 تا معجزه هایی که صحبت میکنه، فقط خیلی زیادتر بود که اونجا انجام شده. بعد این چیزهایی هست که نوشته شده، 35 تا معجزه هایی اونجا انجام داد. الان کورا رو شفا داد و همینطور هم ابرسان رو طاهر کرد و همینطور فلجا رو به راه انداخت و همینطور هم کران رو گوشاش رو باز کرد و معجزه های زیادی بود که خودش انجام داد. و همینطور هم 5000 نفر رو، یا یک بار 4000، یک بار 5000 نفر رو اونجا با 5 تا ماهی و 2 تا نون اونجا سیر کرد. یک کسی بود که دائما در حال رفتن بود، در فکر انسان بود، یک انسان دوستی درونش بود که فقط تمرکزش به انسان بود. و ما میدونیم که عیسی مسیح خودش مهیا کننده زندگی ماست. او از انسان کنار نکشید، از دردهای، رنجهای انسان کنار نکشید. زندگیش از اول تا آخر شگفت انگیز، عجیب بود یا معجزه آثار بود. هر جایی که عیسی مسیح میرفت، حیات پخش میکرد. و همینطورم نگاه میکنیم به یا کلام خدا در عبرانیان باب 4 آیه 15 میگه که کسی هست عیان، کسی که هست که عیان ماندن ما در هر چیز از هر لحظات وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. اون مورد حمله هایی شد، فشارهایی روی او آمد. همونطور که ما وسوسه میشیم و توی تجربه ها میفتیم، همون راهی بود که برای ما راه رفت، نه برای خودش. برای ما بود که در هر جایی که ما قرار میگیریم، عیسی مسیح از درد و رنج و فشارها کنار نکشید، بلکه روبرو شد، فقط غلبه یافت روی هر مشکل، روی هر گناه، روی هر وسوسه. این نشانه اینه که اون کلن پسر خدا بود، پسر خدا و همینطورم پسر کامل انسان بود، که هیچ کسی مثل عیسی مسیح زندگی نکرد بدون گناه. در یک کسی هم نبود که فقط توی بگیم که توی یک قصر زندگی کنه و با تمام جلال شکوهش، با تمام سربازه، تک تک بود و در همه راه ها کامل بود. هیچ گناهی در زندگیش پیدا نشد، هیچ فکر رفتار خودخواهی درونش پیدا نشد. دعا
دوباره میگم هیچ فکر، احساس، رفتار خودخواهی درونش پیدا نشد. به این خاطر در همه چیز کامل بود. این اصلا شگفت انگیز یا معجزه آثاری که زندگی میکرد. و همینطور هم دردهای عیسی مسیح رو که نگاه میکنیم، چه دردهایی که او کشید، چه همینطور که گفتم که از انسان درد، رنج، مشکلای انسان کنار نکشید، بلکه اونجا آمد با او یک شد. و به اندازه کافی ما میدونیم در اشعیا نبی باب 53 از آیه 1-8، الان نسیم خواهش میکنم میتونه اینو بخونه. لکن او غمهای ما رو بر خود گرفت و دردهای ما رو بر خیش حمل نمود، و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید، و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی به راه خود برگشته بود، و خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. آمین. این فقط یه قسمت هایی هست که 740 سال قبل از آمدن عیسی مسیح پیشگویی شده بود. این دردها و این ناعدالتی ها روی دوش او خواهن آمد. و زمانی که وارد این دنیا شد، همون زمانی که میگم که زندگی شگفت انگیز، اون اسم او عجیب است یا معجزه آثاره که خودش میدونست آمده برای درد و رنج، آمده که گناه های ما رو برداره. اینم خودش هم در یوحنا باب 10 آیه 17-18 اینجا صحبت میکنه: از این سبب پدر من رو دوست دارد که من جان خود را مینهم تا آن را بازگیرم. کسی آن را از من نمیگیرد، بلکه من خود آن را مینهم. یعنی خودش با آگاهی آمده و میدونست که یک روز باید مصلوب بشه. مورد تمام این دردهایی که نوشته، خودش به هر حال کلام خداست، خودش خیلی خوب میدونست. مزمور اشعیا نبی باب 53 رو عیسی مسیح خودش میدونست. و زمانی که اینجا تقریبا مثل اینکه تو نگاه بکنی که قبل از اینکه عیسی مسیح بیاد این کتاب رو میخونه، مثال میگم الان، اینو میدونه که این دردها، این تمام بلاها روی زندگی من خواهد آمد. گوش میکنین، من فکر نمیکنم الان ما بتونیم زمانی که زندگی یا سرنوشت خودمون نگاه بکنه میگیم که این اتفاقات خواهد افتاد، نه به خاطر خودم، به خاطر دیگران، به حال آسمون رو ترک کنه و بیاد در این دنیا و مورد تمام این غم و درد بشه که اینجا همینطور غمهای ما رو برداشته، دردهای ما رو بر خود حمل کرده، تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناه های ما کوفته گردید، از زخمای او ما شفا گرفتیم و همینطورم گناه جمعی ما را بر وی نهاد. این تمام چیزایی هست که خودش فقط برای ما این چیزا رو، این راه رو رفت، یعنی خودش رو از درد و رنج کنار نکشید. این میتونم بگم بر حق، میتونم بگم عیسی مسیح واقعا بر حق. اسم تو عجیب است، کی میتونه برای من الان این کار رو انجام بده، این راه رو انجام بده؟ و همینطورم زمانی که مرگ او رو نگاه میکنیم، مرگ او شگفت انگیز، مرگ او میتونم بگم پر از معجزه آثار بود. چه دردی خودش اول کشید و همینطور چطور عیسی مسیح این انسانیت کهنه رو برد روی صلیب و اونجا این انسانیت کهنه، این نسل آدم رو ورداشت، برد روی صلیب و اونجا میخکوب کرد، قطع کرد، و از اون موقع زمانی که مرد و قیام کرد، این نسل یا این خلقت تازه به وجود آورد. این تمام چیزهایی هستن که ما با فکرمون نمیتونیم تصور هم حتی نمیتونیم بکنیم، نمیدونیم. ما فقط یاد گرفتیم و ما کتاب خوندیم، ما تجربه کردیم. به این خاطر میگیم که میدونیم که الان عیسی مسیح مرده و دفن شده و بعد از 3 روز قیام کرده. یا این چیزی مثل الهیاتی ما میخونیم، فقط متوجه نمیشیم چه دردهای رنجهایی کشید و چه اتفاقی در این روی صلیب افتاد که زمانی که مرد و زمانی که تمام گناهان وارد زندگی شد، وارد بدن شد و چطور اینو حمل کرد. نمیدونم، میتونم هر دفعه من در این قسمت فکر میکنم، میگه که تمام
عیسی مسیح گناه شد و تمام گناه های دنیا وارد زندگی شدند. ما نمیتونیم تصور کنیم چطور تمام گناه های این دنیا وارد زندگی شدن بدنش شده. بعد کلام خدا میگه که تمام برحال هر گناهی که تو کردی در این دنیا از زمانی که به دنیا آمدی تا آخرین زمانی که نفس میکشی هر گناهی هست اون جوابشو داده و این برحال یک کار عجیبی بود که عیسی مسیح اینجا کرده. و همینطور هم زمانی که قیامش رو نگاه میکنیم دوباره معجزه آثار که اینجا میگه که در اعمال رسولان باب 10:41 اینجا نوشته زمانی که از مردگان برخاست همان کس را خدا در روز سوم برخیزانیده ظاهر ساخت، لیکن نه بر تمامی قوم ظاهر شد بلکه بر شهودی که خدا پیش برگزیده بود، یعنی مایانی که بعد از برخاستن او از مردگان با او خورده و آشامیده ایم. و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت و به روح خود که در شما ساکن است. آمین. پس همون می‌بینیم که اینجا در مورد اعمال رسولان که نوشته چطور پدر همینطور عیسی مسیح رو بعد از 3 روز از مردگان برخیزانید. این یک معجزه نیست؟ یک کسی که مرده هست 3 روز تو قبر بود و چطور خدا او رو معجزه آثار اول چیز کرد، زنده کرد. و اینجا هم گفته که اینجا بعد از این خودش ظاهر کرد به شاگردان خودش و همینطورم افرادی که با او شاهدان بودن. و بعد از این همون عیسی مسیح که مصلوب شد مرد الان با ایشان شروع کرد به ملاقات داشتن، غذا خوردن، نوشیدن. یا و می‌بینید که این یک چیز معجزه‌ای هست که انجام شده. یک مرده چطور زنده شده و الان در میان شاگردانش اونجا با هم مشارکت داره. می خواهد میگه که اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت. این یک امیدی هست، چون زمانی که به عیسی مسیح نگاه میکنیم عنوان خدای عجیب، یعنی اسم او عجیب است و میدونی که این معجزه آثار او از مردگان برخیزانید. و زمانی که ما ایمان میاریم، برای مخصوصا کسانی که الان ایمان به عیسی مسیح ندارن، این روح خداست که تو رو دوباره همینطور که به ایمان به عیسی مسیح میاری همینطور هم بدنهای فانی شما زنده خواهد ساخت. زمانی که نگاه میکنیم به صعود عیسی مسیح، آیا کسی هست در این دنیا که ما دیده باشیم که چطور ابرهایی میان از آسمون، نمیدونم چطور، چه اتفاق، چطور شد، من نمیتونم تصور کنم. میگه که در میگه که در اعمال رسول باب 1:9 اینجا میگه وقتی که ایشان همه نگریستند بالا برده شده و ابرها او رو از چشمان ایشان در رو بود. نمیدونم تصور کردین چطور الان مثل اینکه شما شاگردان عیسی مسیح هستین، اینجا عیسی مسیح با تو صحبت میکنه اینطوری با هم و آخرین چیزایی هست که به شما میده، میگه مگه که الان منتظر روح القدس باشین، به زودی خواهد آمد و بعد از این چیز میره روی ابرا بالا. آیا یه چیزی مثل این یه جایی نوشته شده؟ تنها 2 تا اتفاقاتی که افتادن در کتاب مقدس، یه بار هنوخ بود که گفته که ورداشته شده، الان چطور ورداشته شده نمیدونیم، و همینطورم ایلیا بود که اونجا به هر حال به آسمون رفت. یا فقط اینا افرادی بود نبودن که مرده بودن زنده شده بودن، بلکه همینطور ورداشته شده بود. فقط اینجا میبینیم که همون صعود عیسی مسیح هم که میبینیم که پر از جلال و معجزه بود. و نه فقط این، بلکه الان عیسی مسیح نرفته پیش پدر الان جا بشینه و میگه ببینیم، صبر کنی ببینیم چه اتفاقی میفته، بلکه در عبرانیان باب 1:3 اونجا
می‌بینید که ایلان الان عیسی مسیح الان کجا قرار گرفته؟ که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده، چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید، به دست راست کبریا در اعلی علیین بنشست. آمین. الان عیسی مسیح به هر حال ما زمانی که آمده تمام این از زندگی از تولدش تا مرگش، قیامش و همینطور صعودش نگاه میکنیم پر از معجزه هست و الان میبینیم که عیسی مسیح در دست راست کبریا در علایلین کنار پدر اونجا نشسته و نه نشسته الان یکم صبر کنه ببینید حال ما چطوره، بلکه مثل یک کاهن عظیم اعظم اونجا برای ما شفاعت میکنه. کارش هنوز تموم نشده، هنوز اونجا پشت ما ایستاده و برای ما شفاعت میکنه. به همینطور هم کتاب مقدس در مورد عیسی مسیح صحبت میکنه که او وارث تمام هستی هست، یعنی هر چیزی که در این دنیا و بیرون از این دنیا نگاه میکنین عیسی مسیح ارث برده. و اینجا میبینیم که در رومیان باب 8 آیه 17 میگه که و هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی وارث خدا و هم ارث با عیسی مسیح. این یک معجزه‌ای هست که عیسی مسیح انجام داده، یه چیزی هست که خودش همه چی رو زیر تسلط خودش آورده، باز خرید کرده، همه چی رو تازه کرده و الان اینم میتونم بگم یک معجزه‌ای هست که خدا میگه اجازه میده هر چقدر ما گناهکار بودیم، دشمن خدا بودیم، خدا میگه که نه فقط من تو رو میبخشم، نه فقط تو رو فرزند میکنم، بلکه هم ارث با عیسی مسیح میکنم. یک معجزه‌ای هست، میتونم از دید خدا معجزه نیست، از دید ماست که چطور من میتونم اونجا خدا رو به ارث ببرم یا هم ارث با عیسی مسیح باشم. بهترین زیباترین چیزی هست که میتونم بگم که نه فقط نجات پیدا کردم، بلکه یک روز با این امید زندگی میکنم که یک روز همینطور با عیسی مسیح اونجا هم ارث عیسی مسیح باشم. همینطور هم رومیان به 8 آیه 18 میگه که زیرا یقین می‌داریم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچی هست. پس اونجا شریک جلال او خواهیم شد، درخشش عیسی مسیح رو خواهیم داشت. یه چیزایی هست که مربوط به نه فقط چیزهای انسانیه، بلکه مربوط به یه چیزهای الهی، معجزه هست. من جلال خدا رو خواهم داشت، هم ارث خواهم بود و همینطورم شریک جلال او خواهم شد، درخشش مسیح رو خواهم داشت. در این اسم او عجیب است، این تمام این چیزهایی هست که قرار گرفته. و نه فقط این، بلکه ادامه میدیم در فیلیپیان باب 3 آیه 21 میگه که شکل جسد ذلیل ما رو تبدیل خواهد نمود تا به صورت جسد مجید او مصور شویم. و اول پتروس هم باب 5 آیه 4 میگه که تا در وقتی که رئیس شبان ظاهر شود تاج ناپشمرده جلال را بیابید. این ببینید چه چیزایی از پله به پله، پشت پله هست که خدا رفته روی تخت اونجا نشسته و در دست راست پدر نشسته و همه چی رو آماده کرده که قسمت به قسمت هم ارث به عیسی مسیح باشیم و جلال او، شریک جلال او باشیم. و همینطور هم بدنهای ذلیل ما رو تبدیل خواهد کرد به جسد خودش و همینطور هم یک روز تاج جلال منتظر ماست. این تمام چیزهایی هست که توی این اسم اوست، که اسم او عجیب است، معجزه آثار، شگفت انگیز و هر کاری که خداوند انجام میده تا آخر در دست راست پدر نشسته ادامه میده در برای زندگی ما. همینطور هدف او هم هست که روز به روز ما رو کمک کنه به پله به پله ما یک روز به اون هدف برسیم. آمین. و آخرین قسمتی هست که میتونم بگم عیسی مسیح خودش در یوحنا باب 14 آیه 2 و 3 اونجا نوشته و میگه که در خانه پدر من منزل بسیار است و الان به شما میگفتم میروم تا برای شما مکانی حاضر کنم، و اگر بروم و از او برای و از و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، باز میایم و شما رو
برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من می باشم شما نیز باشید. این یه چیزی هست که یه آیه هست میتونم بگم آینده شما عزیزان علی آینده ما همه چی آماده کرده عیسی مسیح. این خدای عجیب، این خدایی که اسمش عجیب است، همه چی رو آماده کرده، یتیم نگذاشته. و میگم که میتونم بگم که نام عیسی مسیح بر حق عجیب نامگذاری شده. نام عیسی مسیح این عجیب میتونم، یا خدای معجزات واقعا به حق نامیده شده. این خدایی هست که ما پیروی میکنیم، این خدایی هست که این نامی هست زمانی که صدا میکنیم پشت این نام این قدرت هایی هست. هیچ چیزی نیست در عیسی مسیح که میتونه بگیم که انسانی باشه و یه چیزی باشه که به هر حال انسان میتونه انجام بده یا میتونه چی میگن میتونه انجام بده یا به وجود بیاره. هر چیزی که الان در مسیح هست، همه چیز پر از معجزه هست و این خدای معجزه هست که ما رو پیروی میکنیم. زمانی که این اسم عیسی مسیح رو میخونیم، شاید بعضی وقت هم خدا هدایت کنه، زمانی که میگیم ای عیسی مسیح اسمت عجیب است، و در همون لحظه که میگی اسمت عجیب است، پس میتونی روی یک معجزه در زندگی خودت حساب کنی که یک معجزه خواهد کرد، چون کار او شگفت انگیزه. کار او میگم که شگفت انگیز برای من معنی نداره. قبل از این واقعا اینطوری میگم، فکرایی که خداوند برای تو داره فکرای خوب و شگفت انگیز است، درسته؟ فقط نمیدونم من فارسی من اینطوری درست نیست که درست میتونم توضیح بدم. فقط زمانی بیان این مالی که این سیخ آده، یعنی یه چیزی هست که وجود نداره، یه چیزی هست که توی هیچ انسانی نه یک قطره وجود داره. و به این خاطر نام او، تولد او، زندگی او، شخصیت او، کامل شدن او، دردهای او، مرگ او و همینطور قیام او، صعود او در دست راست پدر اونجا نشسته، اون کهانت که برای ما هنوز این کاهن عظیمی که برای ما شفاعت میکنه و همینطور هم ما رو هم ارث کرده، شریک جلال او ما باشیم و یک روز با او سلطنت کنیم و تاج جلال رو به دست بیاریم و یک روز در خانه پدر با هم زندگی کنیم. این بر حق میتونم بگم اسم او عجیب است. آمین. دست بزنیم برای اون. خدا را عیسی مسیح، خدایی که اسم تو عجیب است، چی میتونیم بگیم خداوند؟ هر کاری که میکنی، هر حرفی میزنی خداوند، هر راهی که با ما میری خداوند، هر چقدر هم سخت هم باشه، هر چقدر هم دردناک باشه، ما میدونیم ما پیروی خدایی که اسمش عجیب است هستیم، که برای تو چیزی غیر ممکن نیست خداوند. خداوند فقط این اسم، یک اسمی ما امروز صحبت کردیم، فقط این عجیب رو گفتیم، فقط بعد از این اسم تو مشیره، تو خدای قدیر هستی، پدر سرمدی هستی، تو سرور سلامتی هستی. این چهار تا اسمای دیگه هم خداوند هست که باید اضافه بشن خداوند. فقط امروز فقط در این اسم عجیب ما خداوند فکر کردیم خداوند، اینطوری که ما رو هدایت کردی که واقعا تو رو و اسم تو رو از دید دیگه نگاه کنیم خداوند. و دعا میکنم خداوند الان برای تک تک ما خداوند، اونایی که ما تو رو میشناسیم خداوند، تو هدایت کن خداوند که واقعا امروز، از امروز حداقل یاد بگیریم زمانی که میگیم عیسی، پس نامت عجیبه، نامت مثل آلمانیه که میگم وندر، پر از معجزه هست. خداوند دعا میکنم در این قسمت، در این مخصوصا در این زمان آخرم که ما هستیم، واقعا با اسم تو که عجیب است آشنا بشیم. خداوند دعا میکنه برای افرادی که هنوز به تو ایمان ندارن، هنوز در حال خداوند سردرگمی هستن و الان نمیدونن اصلا کدومش درسته،
خداوند چیزایی که تو فکرشون سالها شاید اونجا ضبط شده، خداوند دعا میکنیم الان تو روح القدس تو خودت الان ملزم کنی، تو خودت این مکاشفه که احتیاج داشتن ببخشی خداوند، خداوند واقعا بتونن این عیسی رو با این اسم که اسم او عجیب است آشنا بشن، چون این افرادی که گم شده هستن احتیاج واقعا به معجزه ها دارن، احتیاج دارن خداوند، خداوند زنده چیزای شگفت انگیز یا همینطور یا معجزه آثار یا چیزی که انسان نمیتونه انجام بده، خداوند احتیاج دارن، خداوند تو چشمای قلب ایشان رو باز کن خداوند، گوشای قلبش رو باز کن خداوند، دعایی از ته دلش بیاد خداوند، بیا خداوند، و این پیشنهاد رو میکنم که خودتونم بگین ای عیسی مسیح که تو همون خدای که اسمش عجیب است، بیا در زندگی من دخالت کن، بیا در زندگی من، منو در راه راست هدایت کن، این دعا رو بکنین. عیسی مسیح متولد شده پنجا همه امروز هم خوندیم، آمده که من آمدم زندگی خودم رو برای گناه های این دنیا بدم، هیچ کسی از من نمیگیره، کسی آن را نمیگیره، من آمدم زندگی خودم رو بدم که تو را از این گناهان، از این ریشه گناه آزاد کنم. همون عیسی مسیح که همین قسمت آخری خوندیم که آمدم در این ظلمت تو نور خودم بیارم، که دوباره زمانی که من را تجربه کردی این خدای عجیب رو تجربه کردی، شادی در تو قرار بگیره، یوغ شیطان شکست بخوره، عصایی که روی گردن توست شکست بخوره و آزادی پیدا کنی. نام عیسی مسیح که عجیب است بخوان، و میتونی همینطور هم دعا کنی، بگی عیسی مسیح، این دعای توبه هست که ما میخونیم، میتونی دعا کنی بگی عیسی مسیح اعتراف میکنم من گناهکار هستم و هیچ کسی در این دنیا نامده گناه من رو برداره، چون همه هم گناه خودشون دارم، فقط باور میکنم که تو همون پسری هستی، ایمانوئلی هستی که آمدی در این دنیا، هدیه ای هست که داده شده. میتونی دعا کنی که عیسی تو نامدی برای خوده، بلکه آمدی برای گناه من، اعتراف میکنم گناهکار هستم و اعتراف میکنم هیچ کسی و هیچ فلسفه، هیچ مذهبی می نمیتونه منو آزاد کنه، باور میکنم که منو دوست داری، باور میکنم روی صلیب برای گناه من مردی، تمام تقصیرهای خود منو روی دوش خودت برداشتی، تو میخکوب شدی، تو زخمی شدی به خاطر من، و باور میکنم که تو مردی، و باورم میکنم چون بی گناه بودی بعد از 3 روز از مردگان قیام کردی، و جلوی تو آمدم و دعای توبه رو میکنم، منو ببخش، گناه بودن منو ببخش، بیا بگی یا از امروز به بعد میخوام اون خدایی که اسمش عجیب است، اسمش منجی هست، تو قلب من دعوت کنم، بیا زندگی منو عوض کن، بیا روح خودت رو به من ببخش. تصمیم میگیرم از امروز به بعد با تو زندگی کنم. این دعا رو بکن با تمام دل، با ایمان، و دعا میکنم خداوند هر کسی هم که این دعا رو میکنه خداوند روح القدس تو از همه چیز آگاه هستی، از قلب و فکر آگاه هستی، خداوند دعا میکنم خداوند در این قسمت تو بیای خداوند یک ملاقات صمیمانه با عیسی مسیح داشته باشن، تولد تازه رو بهشان ببخشی و تمام گناهاش رو بشوری و پاک بسازی خداوند. این دعا رو میکنم برای هر کسی که خداوند این دعای توبه رو کرده،
که شادی تو در ایشان قرار بگیره و این یوغ شیطان شکست بخوره خداوند. این دعا رو میکنم در نام عیسی مسیح. آمین و آمین.